سلام، تو این ویدیو میخوام به دین حضرت حافظ بپردازم. میدونم که همه به صورت پیش‌فرض حافظ رو مسلمون در نظر میگیرن، اما طبق تحقیقاتی که دکتر بزرگمهر انجام دادن، حافظ بیشتر از اون که مسلمون بوده به دینهای دیگه‌ای گرایش داشته و این قضیه توی این تحقیقات روشن شده. اگه دوست دارین ادامه این ویدیو رو نگاه کنین، با ما همراه باشین. من علی فرهنگمهر هستم و این شبکه میستریزه. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و دوست دارین ویدیوهایی درباره دین، سیاست و نقد فیلمهای سینمایی ببینین، شبکه من رو سابسکرایب کنین و زنگولرم فشار بدین تا هر وقت ویدیویی آپلود کردم در لحظه بتونین نوتیفیکیشنش رو دریافت کنین. در کتاب انجیل یوحنا که یکی از انجیل‌های چهارگانه مسیحیان هست، یکی از جمله‌هایی که نوشته خیلی جلب توجه میکنه و اون اینه که میگه: آمین آمین به شما میگویم، هر که به من ایمان آورد کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها را نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میروم. و ببینیم که این منظورش چی بوده. منظور از این در مسیحیت این هست که مسیح به شاگردانش وعده اومدن روح القدس رو داده بود و وعده فیض او رو میده و از به اونا میگه که اگر شما به مسیح ایمان بیارین، به من ایمان بیارین، روح القدس رو شما دریافت میکنین و روح القدس به شما قدرتی میده که کارهایی رو بکنین که من هم میکردم. حالا ببینیم حافظ در این زمینه چی گفته. حافظ میگه: فیض روح القدس سر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیح ها میکرد. خب میبینیم که اینجا حافظ همون جمله از انجیل رو به زبان شعر بر ما بازگو کرده و این نشون میده که حافظ یک تسلطی روی انجیل ها داشته و این انجیل ها رو خونده بوده. پس حافظ فقط کسی نبوده که قرآن میخونده و حافظ قرآن بوده، بلکه کتاب های دینی دیگر هم نگاه کرده و کتاب انجیل رو هم خونده بوده. حافظ در اشعارش چه کسی رو به عنوان منجی خودش معرفی کرده و هر وقت که از منجی حرف زده از کی نام برده؟ حافظ میگه: مژده ای دل که مسیحا و نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر نکن ناله و فریاد، که دوش زدم فالی و فریاد رسی می آید. ببینیم که حافظ مسیح رو منجی خودش می دونه و این موضوع خیلی مهمیه، به خاطر اینکه ما می بینیم اسلام برای خودش یک منجی خاص به نام امام زمان و امام مهدی، امام دوازدهم شیعیان داره و همه مسلمانان به این اعتقاد هستن که منجی اونا امام زمانه. چرا حافظی که مسلمونه و ما اعتقاد داریم که اون فقط قرآن میخونده باید بیاد مسیح رو به عنوان منجی خودش معرفی کنه و تو هیچ کدوم از اشعارش نیاد به عنوان مهدی، به عنوان یک منجی تعریف کنه و توصیف کنه؟ و این نکته اولین چیزی که خیلی ذهن آدم رو قلقلک میده. اولین چیزی که هر ایرانی با شنیدن اسم حافظ به ذهنش میرسه این هست که حافظ شیرازی حافظ قرآن بود و این قضیه یکم برای ما خیلی مثل شوخیه که اگر بگیم حافظ قرآن مسلمون نبوده و این یکم عجیبه. ولی به نظر من اتفاقاً این میتونه معنی خیلی درستی داشته باشه اگه بهش درست نگاه کنیم. حافظ قرآن بود و قرآن از بر بود و قرآن خوب فهمیده بود، به خاطر اینکه با خوندن قرآن و در اون دوره به خصوص در دوره‌های اولیه اسلام زبان عربی رو خیلی از کتاب‌ها به زبان عربی بود و خیلی از استادا به زبان عربی درس می‌دادن و اونا زبان عربی رو خوب می‌شناختن و حافظ هم حافظ قرآن بود. پس این نشون میده که قرآن رو کاملا فهمیده بود و توی اشعارش هم بیت هایی در مورد قرآن گفته، یک یا دو بیت حداقل ما میتونیم پیدا کنیم که در مورد قرآن گفته. یکی از اون بیت ها رو من میخوام براتون بخونم که میگه: عشقت رسد به فریاد گر
خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. جمله هایی که حافظ گفته، بیت هایی که حافظ گفته، همیشه دو پهلو هستن و میشه در دو جهت میشه معنیشون کرد. بستگی داره که ما خودمون چه دیدگاهی رو از قبل تو ذهنمون داشته باشیم. اگه ما با دیدگاه اسلام به این نگاه کنیم میتونیم یه مفهوم ازش بگیریم، ولی اگه دیدگاهمون چیز دیگه باشه میتونیم چیز دیگه ای دریافت کنیم. اینجا حافظ میگه که عشقت رسد به فریاد. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما عشقتون به فریاد میاد و عشقتون به ناله کشیدن میاد، یعنی که شما شروع میکنید به درد کشیدن اگر قرآن رو بخونین. خب و این بیت رو اگه ما بیاییم سادش رو بیاییم بگیم، این داره به سادگی به ما میگه که اگر قرآن رو بخونید حس درد میکنید و درد رو حس میکنید و درد میکشید، یا به ناله میرسید، ناله میکنید. خب چرا اینو میگه حافظ؟ ما میدونیم که حافظ کتاب قرآن حدوداً 80% در مورد جهنم و عذاب و درد و خیلی چیزهای دیگه ای که دردناک و سخت هست، و این خوندن قرآن، حالا همونطور که من تجربه هم دارم به دوستایی که مختلفی که داشتم یه کتاب قرآن دادم و گفتم بخونین، از کشورهای مختلف، دوست آلمانی داشتم که کتاب خونده، خودم خوندم، و خب وقتی کتاب قرآن رو میخوندیم کابوسای زیادی شبا میدیدیم، و این به خاطر اون توصیفایی که از جهنم و چیزهای وحشتناکی که قرار اتفاق بیفته بودش، و خب هیچ پیام امیدبخشی توی قرآن ما نمیدیدیم. من خودم شخصا که قرآن رو خوندم پیام امیدبخشی داخلش ندیدم. از دوستام که خواستم قرآن رو بخونن، به خصوص یکی از دوستای آلمانی، باز همین تجربه رو داشت و میگفت من قرآن رو که خوندم بیشتر شبا کابوس میدیدم و بیشتر یه جوری وحشتناک بود. و خب من یه تصویر اینجا براتون میذارم که ببینید این بیشتر اون دریافتی که حافظ از قرآن داشته همین دریافتی بود که امروز منم دارم و دوستای منم دارن. و من فکر می‌کنم این بیت حافظ رو اگر ما درست ترجمه کنیم از یه دیدگاه دیگه میتونه این معنی رو بده که اگر قرآن رو ما بخونیم به ناله میکنیم و فریاد میکنیم، به خاطر اینکه بیشتر از وحشت و ترس داخلش نوشته شده. حافظ همون جوری که منجی خودش رو مسیح میدونه، در مورد شفا دهنده هم ابیاتی داره که در اون ابیات هم باز دوباره مسیح رو به عنوان شفا دهنده معرفی کرده. میگه که طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. طبیب راه نشین درد عشق نشناسد، برو به دست کنه مرد دل مسیح دمی. خب ببینید که اینجا حافظ میگه که طبیب عشق مسیحا دم است. یعنی اینکه اولا که خود عشق مثل طبیبیه که انسان رو شفا میده و دمش مثل مسیحه، ولی غیر از اون یه نکته دیگه تو این وجود داره. این هستش که ما اگر کتاب انجیل و کتاب مقدس مسیحیان رو بخونیم میبینیم که تنها قانونی که مسیح به مسیحیان داده همین عشقه. یعنی تنها قانونی که مسیح داره درباره این صحبت میکنه که انسان باید به خدا عشق داشته باشه، عشق بورزه و همچنین به بندگان خدا و هر کسی که نیازمنده و کمک میخواد عشق بورزه و به اونها کمک کنه. این تنها قانونی هست که مسیح به مسیحیان داده. و میبینیم که حافظ هم همین عشق رو طبیب انسان ها میدونه و میگه که عشق از جنس دم مسیحاییه، چون مسیح هم از عشق حرف زده. و غیر از اون میگه که اگر شماها اونو درک نمی کنین به خاطر اینکه تو قلبتون درد نیست، شماها دنبالش نیستین، شما نمیخواین ببینینش، شما دنبال خدا نمیگشتین، طلب ندارین، اگر طلب کنین اونو میبینین و اون خودش رو به شما نشون میده. و بعد میگه که طبیب راه نشین درد عشق نشناسد، برو به دست کنی مرد دل مسیح دمی. و میگه که تنها کسی که طبیب واقعیه و عشق رو در دست داره همون مسیحه، و اگر میخواییم که طبیبی داشته باشین و درداتون رو کسی چاره کنه و عشق رو پیدا کنین، باید برین دنبال مسیح و دم مسیحایی اون. پس این نشون میده که حافظ شفا دهنده رو مسیح میدونه و مسیح رو به عنوان
طبیب خودش معرفی میکنه. اونجوری که ما در ایران در کتاب های درسی عکس های حافظ رو دیدیم و جاهای مختلف توی رسانه های ایران و کشورهای فارسی زبون، همیشه حافظ رو با یک دستار روی سرش و شبیه به روحانیون نقاشی کردن و نشون دادن به ما، با ریش، با عمامه، و یه جورایی میشه گفت که به ما سعی کردن بفهمونن که حافظ و سعدی و همه بزرگان همه یا روحانی بودن یا تو خانواده های روحانی بزرگ شدن. ولی حافظ همیشه تو اشعارش نسبت به روحانیون کنایه ها و حرفایی رو داشته که عجیبه. میخوایم این اشعار رو بررسی کنیم و ببینیم واقعا آیا حافظ به این افراد علاقه داشته و این اونا بوده یا اینکه نه منتقد اونا بوده. حافظ میگه واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. خب میبینیم که حافظ انگار از کارهایی که روحانیون میکردن آگاه بوده و در مورد اونا حرف زده و گفته که اونا اون کارهایی رو که به دیگران میگن انجام ندید، از قبیل زنا، از قبیل زنبارگی و میگساری و کارهای دیگه که به بقیه میگن نکنید خودشون انجام میدن و این چیزا رو حافظ میدونسته و توی اشعارش هم اتفاقا بیان کرده. توی جای دیگه حافظ میگه که مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. این توبه فرمایان به صورت خیلی مشخصی کنایه به افرادی هست که روی منبر میرن و شروع میکنن به نصیحت مردم و اینکه مردم باید توبه کنن و گناه نکنن. ولی خب امروزه به خصوص در زمانی که رسانه ها اومدن و در این 40 سال اخیر که روحانیون خیلی سعی کردن خودشون رو در جایگاه همه چیز قرار بدن، عیب و ایرادای اونا هم بیشتر معلوم شده و تصاویری از اونا بیرون اومده که نشون میده حرفایی که به مردم میزدن و نصیحتایی که میکردن خودشون رعایت نمیکردن. و حافظ هم در اون 700 سال پیش بدون هیچ رسانه این چیزها رو خوب آگاه بود و میدونست و این چیزها رو تو اشعارش بیان کرده بود. توی یه شعر دیگه حافظ میگه که گویی یا باور نمیدارند ز روز داوری، کین همه قلب و دغل در کار داور میکنند. ولی میبینیم که اونها خودشون هم بعدها ایرادای خودشون هم بیرون اومد و مشخص شد که مردم اینو متوجه شدن که اونها واقعا اینقدر که خودشون برحق میدونن برحق نیستن. حافظ باز دوباره کنایه میزنه و میگه یا رب این نو دولتان را به آخر خودشان نشان، کین همه ناز از غلام ترک و استر میکنند. خب میبینیم که این روحانیون و ملایان در این رژیم ملایی تو این سالها اخیر، تو این 40 سال اخیر خیلی ناز کردن برای مردم و خیلی برای خودشون فتواها صادر کردن و خیلی دستورات دادن، ولی در آخر ثابت شد که اونها فقط دارن چیزایی رو میگن که خودشون هم انجام ندادن و خودشون هم باور ندارن و بیشتر حرفی که میزنن فقط برای مردم، و اینو مردم در ایران الان کاملا متوجه شدن تو این 40 سال اخیر. میخوام یک موزیکی رو از خواننده محبوبمون آقای همایون شجریان بیارم که از اشعار مولانا خوندن و بی ارتباط با این بحث نیست، و مولانا تو اشعارشون به ما خواستن بگن که با این افراد و با این روحانیون و این ملایانی که در ظاهر خودشون رو با تقوانشون میدن چجوری باید برخورد کرد، و اینو توی حرفاشون شما میتونین ببینید.
من میخوام ازتون دعوت کنم اگر از این سبک ویدیوها خوشتون اومده، من توی شبکه‌ام درباره مسائل عرفانی، دینی و سیاسی ویدیوهایی میسازم. میتونین شبکه منو سابسکرایب کنین و زنگوله فشار بدین تا هر ویدیویی که من آپلود میکنم نوتیفیکیشنش رو دریافت کنین. و در آخر هم میخوام دو تا از ویدیوهایی که مربوط به این ویدیو میشه رو براتون بذارم که تو هر کدوم از اونا رو علاقه داشتین در ادامه برین به اون ویدیو تماشا کنین.